روند بررسی پرونده حمله 11 سپتامبر 2001 در آمریکا به کندی پیش می رود. متهمان پرونده در بازداشتگاه گوانتانامو هنوز تحت تدابیر شدید امنیتی نگهداری می شوند. این پرونده پنج متهم دارد. خالد شیخ محمد متهم شماره یک و مغز متفکر حمله به برچهای دوقلوی شهر نیویورک و چهار نفر دیگر. یکی از دلایل کند بودن کار رسیدگی به این پرونده شاید وسعت جنایت و فاجعه است که رخ داده. این پرونده سه هزار قربانی دارد. کالی استیمسون کارشناس پرونده های نظامی این پرونده را بیش از حد پیچیده می داند. خیلی طول کشیده چون این پرونده یکی از بقرنج ترین پرونده هاییه که تا به حال در دادگاه های کشورمون مطرح میشه. استیمسون میگوید تا کنون بیش از نیم میلیون سند و مدرک در ارتباط با پرونده 11 سپتامبر در اختیار دادگاه گذاشته شده است. او میگوید بررسی اطلاعات محرمانه تازه شروع شده است. در مورد پیشینه امنیتی تک تک وکلای پرونده باید تحقیق شود. هر اقدامی از قبل مورد بررسی قرار می گیرد. بعضی از آنها ماهها طول می کشد تا در موردشان تصمیم گرفته شود. در این مسیر گاه مسائل عجیب و غیر منتظری هم پیش می آید. جنیفر داسکال استاد حقوق میگوید، برای مثال در پرونده های کیفری معمولی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا دخالتی ندارد اما در این پرونده سازمان CIA هم باید در جریان بوده و در دادگاه حضور داشته باشد. در حال حاضر 155 زندانی در بازداشتگاه آمریکا در گوانتانامو کوبا نگهداری می شود. کار انتقال بسیاری از آنها از گوانتانامو به انجام رسیده است. حدود یک سوم آنها اهل یمن هستند و از آنجا که کشورشان آرام نیست، همچنان در گوانتانامو نگهداری می شوند. یکی دیگر از علل کندی پیشرفت کار رسیدگی به پرونده 11 سپتامبر حساس بودن پرونده است و اینکه قضات پرونده باید انتخاب کنند که خبر کدام بخش پرونده می تواند از طریق رسانه ها منتشر شود.